راجع به مرگ کیومرث پوراحمد صحبت ها و حرف های عجیب غریبی زده شده. این مرگ خودخواسته بنابر گفته ها و مدارک و صحبت هایی که در فضای مجازی و رسانه ها شده، گفتن که این مرگ خودخواسته نبوده، بلکه این مرگ رو به رژیم ایران و حکومت ایران منتسب کردن و گفتن کار حکومت بوده. البته دلایلی رو آوردن توی اینترنت و فضای مجازی که در این ویدیو به اون دلایل میپردازیم. عکس جسد کیومرث پوراحمد منتشر شده و کاربری در توییتر نوشت به پیکر کیومرث پوراحمد خوب نگاه کنید. کشتنش به این واضحی مشخصه. مدلش مدل سپاه و وزارت اطلاعات، خوب نگاه کنید. و دست راستش در حال مقاومت کردن بوده. پای راستش هم گذاشته بودن روی رادیاتور و واقعا تلاش میکرده زنده بمونه. از اونجایی که عکس کامل رو به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونیم بذاریم، ولی فقط اون تیکه هایی که بهش اشاره کرده رو برای شما قرار میدیم. این از دست راستش که زخم هایی روی دست راست کیومرث پوراحمد هست. البته این صحبت های کاربرها توی فضای مجازیه. این هم عکس های پاهاش که روی شوفاژه و این رو یکی از دلایلی میدونن و صحنه قتل رو یه جورایی مردم توی اینترنت تحلیل کردن. پرستوی صالحی هم در رابطه با مرگ کیومرث پوراحمد همچنین صحبت ها و حرفایی زد که یک کلیپی از خودش منتشر کرد، ولی رسانه های داخلی در رابطه با پرستوی صالحی همچین چیزی نوشتن. گفتن که نعره های پرستوی صالحی در واکنش به مرگ خودخواسته کیومرث پوراحمد، واقعا انقدر آدم میتونه بیشعور باشه که به داد زدن و حال بد یک نفر بگه نعره؟ حالا بیشعوری رو بیشتر از این بهتون نشون میدم که در رابطه با کیومرث پوراحمد بعضی از اکانت های سایبری داخل توییتر چه چیزایی نوشتن. هنوز تحلیل های عجیب غریب تر از لحظه مرگ و اون صحنه مرگ و کلا جسد و پیکر هست، ولی پرستو صالحی با این استوری هایی که در اینستاگرام گذاشت اول اونا رو منتشر کرد و بعد اون فیلم ها رو گذاشت. اینم استوری دوم پرستو صالحی که عکسای زیادی با کیومرث پوراحمد داشت، ولی بریم فیلم پرستو صالحی رو ببینیم و برگردیم. کیومرث پوراحمد رو شما کشتید، شما های جمهوری اسلامی. من شاهد بودم از دادسرای فرهنگ و رسانه به این بر پرونده. چرا اینو گفتین؟ چرا اون گفتین؟ شما کسا الهی ریشتون بخشه، الهی تیکه تیکه بشید، الهی بمیرید همه تون. خدا خونده مرد به اون شریفی، مرد به اون بزرگی رو کاری کردید که خودش کنه. خدا لعنه ریشتون به خشک جمهوری اسلامی. شما کذاب فدا باید بمیرید، شما باید مثل سگ جون بدید، شما عاشقانید، شما کذابید. چند وقت بود خسته شده بودم، داشتم کارامو میکردم برگردم ایران، گفتم فوقش میرم زندان، یه هر حکمی که بدن دیگه نمیتونم تحمل کنم غربت و تنهایی و خیلی چیزا رو. من امروز به نتیجه رسیدم باید وایستم، باید سرپا باستم تو کندن گور شما کمک کنم. عقل ندارم الان جا بزنم و برگردم و بیام برم تو هلوفتونی که هیچ کاری نتونم بکنم، میمونم انتقام میگیرم ازتون. تو ریختن زنگ میشم، تو رفتنتون، تو کندن گورتون زنگ میشم. شما قاتلا رو باید به درک واسر کرد. قول میدم وایستم برای همسال کیومرث پوراحمد، برای مهسا، برای نیکا، برای همه اونا که شما کشتید. کسافت، کسافت. پیکر کیومرث پوراحمد رأس ساعت 9:30 جمعه 18 فروردین ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار شد. بریم سراغ تحلیل ها در رابطه با جسد. ولی داستان رشوف نوشته که شده در محل کیومرث پوراحمد کاملا شخصی بوده. بری در توییتر نوشت به پیکر کیومرث پوراحمد خوب نگاه کنید، مشخص کشتنش. دست راستش در حال مقاومت بوده، پای راستش هم گذاشته روی رادیاتور، تلاش میکرده زنده بمونه، انگار دستاش هم زخم هستن. نظر شما چیه؟ توی کامنت ها حتما بنویسید. یکی دیگه از دلایلی که این فرد مرگش خودخواسته نبوده این رو عنوان کردن که گفتن آقا این طرف فیلمش رو اجازه اکران ندادن، کتابش مجوز چاپ پیدا نکرد، ممنوع الخروج بود و حسرت دیدن دخترش به دلش مونده بود، پس از جشنواره فجر بارها احضار شد و بی‌حرمت شد. و این دلایل
خیلیه که میگه این طرف خودشو این کار نکرده. یا یه نفر دیگه نوشته او پس از بیانیه فیلمش که نمیخواست به جشنواره حکومتی فجر بره، ممنوع کار، ممنوع معامله و ممنوع خروج شده و اینا رو علت این میدونه که این فردو این کار کردن، ولی باز هم نمیتونیم چیزی رو 100% تایید کنیم. و مردم میگن چون که کیومرث پوراحمد طرف مردم بوده، چون داخل اسفند 97 در مراسم تشییع خشایار الوند هم گفته امروز واقعا روز سختیه، ولی در 40 سال گذشته کدام روز ما روز خوبی بوده؟ خنده یا مکروه بوده یا حرام، رقص و شادی یا مکروه بوده یا حرام. در 40 سال گذشته ها همش در برهه حساس بودیم و باید خفه خون میگرفتیم و چیزهایی که میگن این فرد مرگش خودخواسته نبوده. حالا ببینید بعضی از اکانت ها راجع به این فرد چی نوشتن که همشون پرچم ایران رو در اسم پروفایلشون دارن. این فرد نوشته میپرسید چرا کیومرث پوراحمد مرگش خودخواسته بوده؟ کسی که با امثال پرویز پرستویی که مدام در اینستاگرام مشغول سیاه نمایی از ایران و ناامید کردن و نالیدنه همدم و همراه بشه، اونقدر یأس و افسردگی میگیره که پوچ و تویی میشه. از انسانهای منفی بپرهیزید، مخصوصا سلبریتی هایی که نقش بازی میکنن و واقعا خجالت هم نمیکشه از حرفاشون. این نفر نوشته پایان یک سلبریتی که هر روز به بنفش و سبز دل میبنده چیزی جز ناامیدی نیست. متاسفم واسه افکار این افراد. و بعضی ها نوشتن اخبار مشهود در مورد فلان کیومرث پوراحمد به خاطر اینکه واژه در یوتیوب ممنوعه و نوشته نوع حلقاویز شدن و غیر طبیعی نیست و احتمال ساختگی بودن صحنه جرم وجود داره و این حرف خیلی توی فضای مجازی ویرال شده. گوهر عشقی هم با همچین متنی یه جوره این صحبت ها رو تایید کرد و این متن رو در توییتر نوشت. یا مثلا فرد دیگه نوشت کیومرث پوراحمد رو جنایی نکنید، این فلان نتیجه زندگی سلبریتی وار و تنفس در اتمسفر فلان فلان و پوچ سینماست و کلن تولیدات پوچ و بی‌محتوای کارگردانان و بازیگران سینما و تلویزیون نتیجه زیست اونها در همون فضاه. اولی نبوده و آخری هم نخواهد بود. هنوز با هالیوود خیلی فاصله دارید. و هالیوود رو قبله این افراد معرفی کرده که یه آدم چقدر میتونه احمق باشه که همچین صحبتایی رو در رابطه با مرگ نفر بزنه. یا این فرد نوشته فقط یه فلان میتونه خودکشی کیومرث پوراحمد رو رب بده به کشورش رو تخریبش کنه. شما آمار کشورهای غربی و آمریکایی رو در بیارید، متوجه میشید سبک زندگی غربی آدم رو به سمت توهی بودن و فلان هدایت میکنه. مازیار لرستانی عزیزم با این عکس امروز بر سر مراسم خاکسپاری کیومرث پوراحمد رفته بود. امیدوارم که روحش در آرامش باشه. به نظر شما بعد از شنیدن این تحلیل ها و گفته هایی که در فضای مجازی از دو طرف بود، کدوم داره حرف درست رو میزنه، کدوم اشتباه، و آیا واقعا خودش این کار رو کرده؟ و راستی یه دفترچه هم پیدا کردن که بعضی توی تحلیلاشون گفته بودن با اون دست داغون و زخمی چطور اومده نوشته و هزار تا حرف میزنن. در کل چیزهایی که در این ویدیو گفته میشه ما چیز رو تایید و یا رد نمی کنیم و همه این گفته از فضای مجازی بود. قضاوت نهایی با خودتون توی کامنت ها. حتما شما هم اگه تحلیلی دارید، اگه دلیلی دارید در این رابطه، حتما و حتما بنویسید. فقط خواهشاً ادب رو رعایت کنید و با هم دیگه صحبت های بعدی رو انجام ندید و دعوا نکنید. به یاد کیومرث پوراحمد در کامنت ها چیزی بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.